برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. در پی تداوم اعتراضات در اسرائیل با آنچه که ناتوانی دولت در آزادسازی گروگان‌های حماس خوانده می‌شود، این کشور در آستانه یک اعتصاب عمومی قرار دارد. تنش‌ها از زمانی که اجساد 6 گروگان اسرائیلی توسط سربازان این کشور در روز شنبه در غزه کشف شد، افزایش یافته و خشم ملی را برانگیخته است. روز یک شنبه ده‌ها هزار نفر در سراسر اسرائیل تجمع کردند و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و دولت او را به عدم تلاش کافی برای رسیدن به توافقی در مورد گروگان‌های باقی مانده در غزه متهم کردند. گفتنی است که گروگان‌ها در حمله نیمه مهر ماه سال گذشته توسط حماس به اسارت درآمدند. ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که این 6 جسد در روز شنبه در یک تونل زیرزمینی در منطقه رفح در جنوب غزه پیدا شدند. به گفته ارتش اسرائیل، آنها اندکی قبل از رسیدن نیروهای ارتش در روز شنبه به قتل رسیدند. شمار تلفات ناشی از حوادث طبیعی در پاکستان به 285 نفر افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات اداره ملی مدیریت حوادث طبیعی پاکستان، در نتیجه بارندگی‌ها و سیلاب‌های حداقل دو ماه گذشته، 19500 منزل مسکونی ویران و یا بعضاً تخریب شده است. این اداره با انتشار بیانیه‌ای گفت که از اول ژوئیه تا 30 آگوست 285 نفر در این کشور جان باخته و شمار مجروحین این حوادث طبیعی به 529 نفر رسیده است. در چند سال گذشته باران‌های موسمی خسارات مالی و جانی زیادی در پاکستان به بار آورده است.